آرام با نام اصلی اعظم میر حسینی یکی از بازیگران برجسته سینمای ایران قبل از انقلاب بود. او در سال 1351 با فیلم گرگ بیزار به کارگردانی مازیار پرتو وارد دنیای سینما شد و به سرعت به یکی از چهرهای محبوب تبدیل شد. آرام در طول دوران حرفه خود در بیش از 20 فیلم سینمایی بازی کرد. او در نقش‌های مختلفی از جمله دختران جوان، زنان مبارز و شخصیت‌های پیچیده ظاهر شد برخی از فیلم های او آقای جاهل مرگ در باران خوشگلا عوضی گرفتین ترکمن بزن بریم دزدی ابرمرد نیزار و دیگر فیلم ها بود آرام با بازی در این فیلم ها توانست جایگاه ویژه‌ای در سینمای ای ایران پیدا کند و به یکی از چهرههای محبوب و شناخته شده تبدیل شود آرام با عبدالمجید مجتهدی ازدواج کرد عبدالمجید مجتهدی دستیار کارگردان مدیر تولید و مدیر صحنه سینمای قبل از انقلاب بود آرام در طول دوران حرفه خود با بسیاری از هنرمندان برجسته سینمای ایران همبازی بود. به روز وسوقی در فیلم های مانند گرگ بیزار و زبیح، همایون در فیلم آقای جاهل، سپیده و چنگیز وسوقی در فیلم خوشگلا عوضی گرفتیم. عارف در فیلم بزن بریم دزدی، بیکیما ودی در فیلم مانند نیزار و حیولا. مرو چهره وسوق در فیلم تنهایی، ایرن و مسعود اسداللهی در فیلم بابا خالدار، یدالله شیراندومی در فیلم آلوده. در سال 1356 آرام جذب تلویزیون شد. او یک بار پیشنهاد ناصر تقوایی را در مورد بازی در سریال دایجان ناپلون رد کرده بود و از این بابت بسیار پشیمان بود. بالاخره تصمیم گرفت دعوت محمد متوسلانی برای بازی در سریال قارتگران را قبول کند. مجموعه تلویزیونی قارتگران در نوروز سال 57 از تلویزیون ملی ایران پخش گردید. نام هنری آرام توسط بهروز وسوقی برای اعظم میرحسینی انتخاب شد. این نام به او کمک کرد تا به یکی از های برجسته و محبوب سینمای ایران قبل از انقلاب تبدیل شود. آرام به خاطر چهره زیبا و جذاب خود یکی از بازیگران محبوب سینمای ایران قبل از انقلاب بود. او با چشمان درخش و موهای بلند و مشکی توانست توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کند. زیبایی طبیعی و چهره دلنشین او باعث شد تا در دل نقش‌های مختلفی از جمله دختران جوان و زنان مبارز به خوبی بدرخشد. آرام با توانایی بازیگری خود و همچنین چهره زیبا و جذابش توانست جایگاه ویژه‌ای در سینمای ایران پیدا کند و به یکی از چهره‌های ماندگار تبدیل شود. آرزوی سلامتی برای این هنرمند خوب کشورمان.